خبر مرگ بزرگترین هدف و دشمن حکومت به روز چهارشنبه پخش شد. اما هیچ یک از رهبران حکومت وحدت ملی در درازای این 5 روز در این باره سخنی نگفته بود. در حالی که مخالفان مسلح دولت بیشتر بر رسانه ها اطلاع رسانی کردند، اما تازه ترین موضع‌گیری حکومت پخش خبرنامه در دیر هنگام یک شنبه شب بود. درست 5 روز پس از پخش خبر مرگ ملا عمر، رئیس اجراییه در این باره چنین موضع‌گیری کرد. سوالات زیادی را هم در سطح دنیا و در سطح مردم افغانستان ایجاد کرد که جنگ تحت چه نام صورت می گرفته، مذاکره به نمایندگی از کی صورت می گرفته و اونایی که ادعا می کردن به نمایندگی از ملا محمد عمر در مذاکرات شرکت کردن و اونایی که ادعا می کردن که زمین سازی مذاکرات کردن، همه اینها سوالات بسیار جدی را در ذهن مردم افغانستان و جهان ایجاد کرده، جوابهایش هم ما داریم. برخ از آگاهان خاموشی حکومت را درباره مرگ ملا محمد عمر در این مدت به سیاست‌های نادرست رهبران حکومت وحدت ملی پیوند می‌دهند. بنیست تأکید می‌ورزند که در نبود رئیس جمهور در واقع درهای کاخ ریاست جمهوری بسته هستند و هیچ کس اجازه لب گشودن را درباره مهمترین موضوعات ندارد. در افغانستان در واقع سیاست به بنبست رسیده، نه تنها کاخ بسته است در نبود ریاست جمهوری که تمامی سیاسیون افغانستان با سکوتشان در برابر قضیه 2 سال قبل مردن ملا عمر هنوز هم مهر نابکار بودن خود توسط مردم میخورند. آگاهان به این باور هستند که حکومت افغانستان با پخش خبر مرگ ملا عمر در یکی از شفاخانه ها در شهر کراچی میتوانست به گونه آگاهانه اسلام آباد را زیر فشار جامعه جهانی قرار دهد و با این کار نقاب پشتیبانی اسلام آباد را از هراس افغانان دور سازد. اظهار نظری در اوضاع نمی کنه، گویا افغانستان خیر و خیریت است و هیچ گونه مشکلی وجود نداره. لذا ما مردم افغانستان از این بابت بیش از حد نگران است و امیدوار هستیم که در آینده اینا تصمیمای مطابق با مصالح و منافع مردم بگیره و کوشش نکنه تا در همو قضای داخلی خشان همیشه مصروف باشه. اما واکنش ریاست جمهوری در این باره این گونه است. تحولات و تغییراتی را که در چند روز گذشته شاهدش بودیم، ایره به دقت زیر نظر داریم و از اون نظارت میکنیم و نظر به پالیسی های حکومت افغانستان و لزوم دیده وقت ما واکنش لازم را نشان میدیم. گزارش های وجود دارند که ملا محمد یعقوب، پسر ملا محمد عمر، نیز به تازگی از یکی از مدرسه های شهر کراچی فارغ شده است. آگاهان به این باور هستند که مرگ ملا عمر در شهر کراچی پاکستان و حضور مقام های بلندپایه این گروه در این کشور یکی از مهمترین فرصت ها برای حکومت وحدت ملی بود تا به جهانیان ثابت می ساخت که ریشه های این همه ناامنی ها و خشونت ها در کشور از چشمه های نمایان بیرون مرزی آب می خورند.